بسم الله الرحمن الرحیم. یادم میاد که تو مباحث آخری که مطرح میکردیم رسیدیم به اون لحظه ای که انسان به ورود به قبر قرار پیدا کنه و اون چیزایی که خیلی مورد توجه شیعه است و روایات متعددی ما داریم در موردش سوال و جواب قبره. از اون چیزایی که ما به عنوان اعتقادات شیعه مطرح میکنیم اینه که قرار سوال و جواب پس بدیم. این از اعتقادات ماست. الان چه زیارتی برادر ما قرارت فرمودن؟ آل یاسین. تو همین زیارت آل یاسین یکی از فرازاش اینه که سوال و جواب حقه، جز اون چیزاییست که ما معتقدیشیم باید جواب پس بدیم. قرار از ما سوال بپرسن. لذا امام صادق علیه السلام در اون روایت بابرکت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن سه چیز هست بین شیعیان ما، سه تا مطلب هست، اگه انکارش بکن شیعه نیستید، اگه شما اونو انکار کنید، یه دونش هم اگه انکار کنی شیعه نیستی. یعنی شیعه این سه تا رو قبول داره، نباید انکار کنه. گفتن یا ابن رسول الله اون سه تا چیه که اگه ما یه دونش هم انکار کنیم از شیعه بودن خارج میشیم؟ ما شیعه همه رو با هم قبول داره. ما گاهی وقتا تو دانشگاهمون به بچه‌های دانشمون میگیم برادرا، خوشگله دین اینه که خدا رو با همه اون چیزایی که فرموده، چه چرا قرمزایی که نشون داده، چه چرا سبزایی که نشون، خدا رو با همش باور کنیم. و الا اگه بگیم یه سری چیزاتو قبول، یه سری چیزاتو نمیخوام، اون وقت میدونی چی میشی؟ یعنی خدایا بعضی وقتا جای من تو عوض، تو خدا یه وقتایی من خدا. چرا؟ چون دلم نمیخواد این چیز. مثلا من روزه میگیرم اما نماز نمیخونم. چند نفر تو ماه مبارک امسال به من زنگ زدن گفتن حاج آقا ما روزه رو میگیریم، این نمازه رو حال نداریم بخونیم. خب یه چیزی رو میگیرم یه چیزی رو بدش خدا رو، خدای من روزه تو میخوام نماز تو نمیخوام، یا خدای نماز رو میخونم روزه رو کی حال داره حالا بگیره؟ اینجا یه وقتای خدا جاش عوض میشه. وقتی که اشد حبا لله نمیشه، بندگی خدا قشنگ نمیشه، نمیشه عبودیت. لذا امام صادق علیه السلام فهمون سه تا مطلب که باید خوب معتقد بهش باشید. یکی معراج، سفر پیغمبر خدا، که ما امسال ماه مبارک، شاید یک ماه مبارک امسال خدا برکت داد فقط راجع به معراج صحبت کردیم که چه خبر بود در جهنم و بهشتی که پیغمبر خدا دیدن. یکی دیگه شفاعته، این که ما معتقد باشیم قرار عنایت ویژه اهل بیت، البته با اجازه حق تعالی، شفاعتشون به قول بچه های طلبان طولی باشه. یکی دیگه سوال قبره، اون سوال جوابی که قرار بشه. اینا اعتقادات ما شیعه است. قرار یه چیزی از ما بپرسن، اونم ورود به قبر که پیدا میکنیم قرار جواب بدیم. شما بخونید در جلد سوم اصول کافی، امام صادق علیه السلام بحثا و صحبتی که با ابوبصیر داره، ایشون میاد خدمت امام صادق، فرمود ابن رسول الله قرار سوال و جوابی بشه، قرار دوتا ملک، حالا اون نکیر و منکر که میگن، قرار اونا بیان سراغ ما ازمون چیزی بپرسن. آقا فرمود که پیغمبر خدا روی فدا فرمود خدا دو ملک دارد که در قبر بر انسان وارد میشن و به سوال میکشن انسان رو. امیرالمومنین روی فدا همین مبحث رو تو نهج البلاغه داره که دو ملکی که از طرف خدا مأموریت دارن برای سوال بیان سراغت. این نیست که ما همین طوری ورود پیدا کنیم، شروع برزخمون با سوال جوابه. و خیلی قشنگه ابوبصیر پرسید که ابن رسول الله این دو ملک که میان چه شکلی هن؟ آقا شکلشون رو توضیح نداد اما فرمود که انقدر بهت بگم برای مؤمن و کافر فرم میکنن. اونی که عمری نوکر امام حسین علیه السلام بوده، اون که خستگی ها و اون سختی های دنیا رو به خاطر خدا تحمل کرده، قرار نیست اونا به حالتی بیان که این وحشت کنه همون اول قبر. شما یادتون هست جلسات قبلی عرض کردیم تابوتو که سمت قبر میبرن سه مرتبه زمین بذارن مستحبه، بعد بار چهارم جنازه رو وارد قبر کنن. چرا این کار رو باید بکنیم؟ گفتیم یکی از دلایلش به خاطر اون وحشتیه که این پیدا میکنه. ما خبر نداریم، من و شما تابوت گرفتیم لا اله الا الله میگیم سمت قبر میریم، بعد اون وقت تو این جمع یکی میگه به حرمت لا اله، همه لا اله الا الله میگن، اما دیگه نمیدونیم چی داره به این میگذره. ما خبر از این که نداریم. این چه مراحلی داره طی میکنه؟ این یه سری چیزهایی رو داره میبینه که من و تو نمیدیدیم و نمیبینیم، اونم نمیدید. اما الان خدا حجاب عالم رو قدم به قدم کنار میزنه براش، به باطن عالم ورود پیدا کرده.
لذا هر چی با خبر میشه از اون ندیده ها و نشنیده ها، لذا وحشتش عجیب میشه. من چندین مرتبه بالای منبر پیغمبر داد زدم، گفتم هیئت های مختلف استان های مختلف، خیلی جاها من اینو مطرح کردم برای برادرها، به بزرگیتون قسم برادرایی که اینجا نشستید، خواهرایی که میشنوید صدای منو، عزیز بزرگوار خودمون جوان 22 ساله همدانی رو که فامیل نزدیک خود منه، ما خودمون خاکش کردیم بعد از اون تصادفی که 9 محرم براش پیش اومد. جوان 23 ساله ما توی خاطراتی که رو معاد بوده اینم نوشتیم، 23 سالش بود، اما وقتی من خودم دیدم ایشون رو شب سوم قبرش، دیدم تمام موی سر و صورتش سفیده، کل موهای سرش سفید بود. من با یه حالا ترس خاصی تو اون عالم رویا ازشون پرسیدم که فلانی چرا موهای سرت سفیده، چرا موهای صورتت سفیده، تو که 23 سالت بود. دیدم عشق به پهنای صورتش نشست. گفت حاج آقا، این شب اول قبری که میگن انسان وارد به قبر میکنن، اون لحظه ورود به قبر، گفتم بله. گفت جوان رو پیر میکنه. حالا این چیه که ما نمیتونیم، اینا چی میبینن که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها عشق تو صورتش نشست، فرمود علی جان به قبر واردم کردی تنهام نذار. اینا چی میخوان مگه؟ اونم مادر ما فاطمه زهرا سلام الله علیها که همه وجود ما فدای مادر. لذا پیغمبر، امیرالمومنین، امام صادق، بخونید اصول کافی رو، عرض کردم جلد سوم این مبحث و مطرح، نهج البلاغه همین مبحث و مطرح کرده که وقتی شما ورود به قبر پیدا کردید، ملائک خدا مأموریت پیدا میکنن به سوال بکشن تو رو. امام صادق فرمود اگر تو این دنیا از بعضی لذتهای گناه گذشته باشی، وقتی اینا میان برای سوال و جواب، یک چهره‌ای به تو نشون میدن که آرام میشی. به قول یکی از استادای عزیزم میگو وقتی اینا میان برات سوال و جواب، از نوکر امام حسین گفتن، یادتونه یک حدیثی میخوندیم، آقا علی ابن موسر رضا روح فدا، امام رضای عزیز خودمون، آقا فرموده بود که نگران نباشه شیعه یا چند جا هست، خودم میام. ما اینو خدمتی که اساتید مطرح میکردیم، یکی از اون جاهایی که امامان، کسانی که تو این دنیا انس داشتن با اهل بیت، میگن یکی از جاهایی که میان کنارت شاهد میشن بر تو لحظه سوال جوابته. حالا حساب کن چی میشه که بند میاد زبان آدم. من اینو براتون عرض بکنم، شنیدید میگن سوال و جواب قبر خیلی سخته. حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد وقتی وارد قبرت میکنن، صدای پای تشییع کننده ها که میرسه و اینا دارن برمیگردن سمت منزل، وقتی رهات میکنن برمیگردن، امیرالمومنین فرمود همون لحظه دو ملک از ملائک خدا ورود پیدا میکنن، تو رو مینشونن و آنچنان ناگهانی ازت سوال میپرسن که مولای ما امیرالمومنین فرمود زبان بند میاد. آنقدر ناگهانی از تو سوال میپرسن که فرمود به شدت صدات ضعیف میشه و تو جواب دادنت سخت میشه. اینجا یکی از اون جاهایی که ما محتاج ورود اهل بیت علیهم السلامه. حساب کن سخت بشه بر آدم. آیه سلحشور، عزیزی که خودش اینجا هم تشریف آورده بود، ایشون میگفت رفیقمونو وقتی خاک کردیم، من دلم خیلی نگرانش بود، میگفت همونطوری سر گذاشتم رو خاک قبرش، شروع کردم این زیارت خوندن، السلام علیک یا ابا عبدالله، شروع کردم گریه کرد. آقا آدم رفیق داشته باشه، رفیقای خوب درد کجاها میخورن، آدم یه چند تا اینطور رفیق داشته باشه خوش به حالش، رفیقی که تو سختی ها دردت بخوره. گفت تا دیر وقت کنار قبر این عزیز ما نشستم، گریه کردم، زیاد عاشورا خوندم. میگفت که یک حالتی رخ داد برا من، میگفت این عزیزمونو دیده بودم توی عالم رویای خوابی، هی بهم میگفت حاج مهدی ممنونتم. گفتم چرا؟ گفت زبون بند اومده بود از سوال. یک دفعه دیدم یکی صدا میزنه با یه دل شکسته، صلی الله علیک یا مظلوم یا حسین. گفت هر چی تو میگفتی حسین، منم میگفتم حسین. گفت زبونم با نام امام حسین حرکت پیدا کرد، آرامش قبر من شد امام حسین. حتی اینا برای اونایی که انس داشته باشن، و الا خفاش که تو روز نمیتونه پرواز کنه، کوره. اونی که تو این دنیا تو گناه ها بوده که آرامشش نمیشه امام حسین.
اون یه آرامش قبرش میشه ابا عبدالله که این دنیا بشناسه امام حسین. بعد سوال کردن حاجی آقا سوال و جواب قبر کی شروع میشه؟ ما وارد قبر که میشیم سریع سوال و جواب میشه یا وقت میدن یه چند ساعت بعدش؟ اولش یه نکته بهتون بگم، تو ذهن یه عده از رفقای منم بود، بزرگوارا یه چیزی بگم امشب تعجب کنید، کتاب معادشناسی علامه تهرانی رحمت الله 10 جلده ایشون قلم زدن. انقدر بهتون بگم بعضی از اموات، بعضی از این اشخاصی که فوت میکنن، اینا تا 1 ماه هم میگذره از مرگشون و اینا نمیدونن مردن. حتی ما یکی از اساتید عزیزمون تعریف میکرد، میگفت بعد از 100 سال از مرگ بعضی میگذره تازه میفهمه کتابی که تو دنیا بود و پیغمبر آخر از زمان آورده بود قرآن بود. خیلی عجیبه مسلمونا. لذا اگه درجه پایین شما بخوام خدمتون عرض بکنم، چند روز اول بعضی از اموات نمیتونن بین دنیا و عالم برزخ فرق بذارن. اگه عمری بود من انشالله آینده خدمتون عرض میکنم چطور چند روز اول بین این دنیا و اون دنیا نمیتونه فکر میکنه هنوز زنده است، فکر میکنه هنوز تو خوابه، تو فرقها هنوز مونده و با تعجب و بهت عجیبی داره فقط توجه میکنه به این عالم. و وقت کی سوال جواب میشه؟ حضرت امیرالمومنین ارواح و نافدا در نهج البلاغه میفرماد همون لحظه که خاکت کردن و رهات میکنن میخوان برگردن سوال و جواب شروع میشه. پیغمبر خدا روی فدا فرمود صدای پای تشریح کننده ها که اومد دارن میرن سوال و جواب شروع میشه. پس معلومه سوال و جواب سریعه، نه اینکه بگذره یا مثلا بگیم حتما باید شب بشه، حتما باید بعد از نماز. نه، آقا امام صادق علیه السلام فرمود وقتی میتتون الان متاسفانه بعضی کارا کم داره انجام میشه، ولی امام صادق علیه السلام فرمود وقتی میتتون رو خاک میکنید 2 مرتبه تلقینش کنید. گفتن آقا 2 مرتبه کیه؟ فرمود وقتی تو قبر میذاریدش رو به قبله خاموندیدش، یه نفر بره پایین بشینه کنارش، دست به پیشانی به صورتش آرام آرام یا شانه هاش رو بگیره تکون بده، بعد اونجا تلقینش کنه افهم اینا شروع کنه گفتن. بعد بار دوم وقتی خاک ریختید رو بدنش قبر درست کردید، بار دوم کنار همون خاک بشینید و تلقین کنید. های حائری یزدی رحمت الله علیه جز مراجع بزرگوار بود. حضرت آیت الله حائری یزدی رفت تو قبر کناری که دوستاش، این شانش رو گرفت شروع کرد تلقین دادن، بعد گریه میکرد. خیلی طول داد، کاری نداشت تلقین کردن، اما انقدر چه طول میدی؟ بعد حضرت آقا که اومد بالا ازش پرسیدن که حاج آقا چرا انقدر طولانی شد این تلقین شما؟ فرمود که منتظر بودم ملائک بپرسن و من جوابها رو بشنوم، خیالم راحت بشه بیام. عجیبه این عالم بزرگ. فرمود من وقتی جوابهاش رو شنیدم اومدم بالا. لذا معلوم سوال و جواب قبل خیلی سریعه. شما میتو که تو خاک میذارید و تلقین رو شروع میکنید، یقین بدونید سوال و جواب شروع شده و کمکش بکنید. اینا اون نکاتیه که اگه ما در این ما موارد دقت بکنیم، مطمئن باشید عنایات ویژه خدا شامل میشه، به خودمونم میرسه. بعد اون وقت سوال کردن گفتن حاج آقا حالا ما چیکار کنیم؟ ببینید بزرگوارا این مطالب رو ما عرض میکنیم، اما یه دردهایی هست باید درمان بشه. مثلا میگن حاج آقا این رو درست، بحث قبر رو که معاد رو که داریم ادامه میدیم، اما الان جوون ما تو مبحث جهاد با شهوات خیلی زمین میخوریم. یه دستور عملی که خود قرآن مطرح کرده، امام صادق علیه السلام به شاگرد خودش فرمود 3 تا کار رو مراقبت کنید. هر موقع دیدی جلو شهوات ضعیفی، تو مسیر مبارزه با شهوات نمیتونی خودتو کنترل کنی، تنظیم کنید نمازاتون رو سر وقت، دنبال نتیجه زودم نباشید، محافظت کنید به نمازاتون سر وقت. اگه نماز صبحتون ظهر و عصر و مغرب و عشا رو سر وقتش با خدا تنظیم بکنید، غلبه بر شهوات پیدا میکنید، موفق میشید برای مبارزه با شهوات. این اولین. دومیش فرمود که ابن رسول الله من بد اخلاقم، آدمی هم زود عصبانی میشم. آقا فرمود اگه بد اخلاقی، عصبانیتو زیاده، خدمت به پدر مادرتو زیاد کن، نیکی کنید به پدر مادر، دست بوس پدر مادر باشید، خدا این ور رو درست میکنه. و سومی فرمود ابن رسول الله من اضطراب دارم،
آدمی هم که خیلی ثبات ندارم، امروز توبه میکنه تو روزه امام حسین، امشب تو روزه حضرت زهرا توبه میکنه، فردا میبینی داره گناه میکنه. گفت یه وقت اینجا یه وقت اونجام. ها فرمود که برای اینکه ثابت بشه زندگی تو مسیر حق، پای موعظه بشین، پای نصیحت بشین. اینا خیلی تأثیر داره، اینا رحمت ویژه خدا به جمعمونه. خدا قسمت میدیم به حق ابا عبدالله الحسین، هر چی که حق و حقیقته تو مسیر هدایت خود نصیب هممون بفرما. خاطره بگم، اسمشم بذارید اینجا بگم، که جناب سرهنگ تبریزی چون فرمود من کنار قبر حاج احمد، میگو حالا شب دوم بود سوم بود دقیق نمیدونم، اشتباه از منه، گفت من دیدم حاج احمد آقا یه گوشه نشسته. ازش پرسیدم حاج احمد آقا وقتی خاکت کردن ازت سوال پرسیدن؟ گفت حاج احمد آقا فرمود بله ازم سوال پرسیدن. گفتم تو سوالا کدوم سوال برات خیلی عجیب بود کمکت کرد قشنگ باشه؟ فرمود ایشون بین همه حرفاش این صحبت رو کرد، فرمود وقتی ازم سوال پرسیدن یه سوال خیلی عجیب بود برام. گفتم چه سوالی؟ گفت ازم پرسیدن چی برا خدا آوردی؟ بچه خیلی حرفا بگن چی برا خدا آوردی؟ خود چه جواب دادی حاج احمد آقا؟ میگه من بهشون گفتم که نماز، روزه، دعا. گفت دیدم لبخند زد، گفت اینا که تکالیفت بوده، اینا باید انجام میدادی. خب خوبه، چی برا خدا آوردی؟ گفت دوباره شروع کردم یه سری اعمال گفتم، هر چی گفتم گفت این پرسید چی برا خدا آوردی؟ به گریه افتاد، برگشت میگفت همونجا تو قبرم، حالا اسمش قبر و الله دیگه یه عالمیه برای خودش، نه اینکه زیر خاک. گفت تو اون عالم سوال و جواب گریه کردم، گفتم به قول خودمون یا محسن، بگید بقیه شو، قد اتا کل مسی انت المحسن و انا المسی، الهی ضعیف و کفل بابک، خدایا مهمونت اومده. حالا به قول استاد ما میفهمون ماه رمضون که داره تمام میشه، با خدا اینطور درد دل بکنیم، بگو خدایا ما بچه بودیم، مادرمون صدامون میکرد کنار سفره بیا غذا بخور، ما بچه بودیم بازی میکردیم، میدیدیم یه لقمه میگیره میاره دهنمون میذاره دوباره میره کنار سفره، بعد پدر میگو چرا این کارو میگو، بچه هم گشنشه داره بازی میکنه، من براش لقمه. ماه رمضون که داره تمام میشه این، تو خدایا ما نتونستیم مهمون خوبی باشیم، هرچی صدامون کردیم تو خودت یه لقمه بگیر دهنمون بذار. گفت منم تو اون عالم برزخ برگشتم، گفتم هیچی، دست خالی سمت خدا اومدم، خدا مهمون نمیخواد. بعد زدم زیر گریه، میگه وقتی گریه کردم گفت میخواستم یه چیزی بهت بگم حاج احمد آقا. چی؟ خدا همه زندگی تو قبول کرده، ولی یه گل سرسبد تو این اعمالت داری، این گل سرسبد مهر تأییدی شده برای زندگی این برد. گفتم چی؟ گفت همون پنجشنبه هایی که کنج خونت کز میکردی سفره روزه حضرت فاطمه زهرا مینداختی، همه رو ما میدیدیم، گریه هات برای حضرت زهرا. بچه ها امشب برای مادرتون گریه کنید، امشب برای حضرت زهرا گریه کنید. ایام تخریب بقیه، دلتون ناراحته، دلتون گرفته است، قبر کسی رو خراب کردن که وقتی خواهرش کنارش نشست گفت خواهر برات بمیره، مادر که نداری، خواهرت برات بمیره. پس فهمون چرا خواهرم؟ فهمون اینطور جگر تو رو پاره پاره ده. فهمون نه، فکر نکن این جگر پاره مال سمه. فهمون تو که نبودی، من او کوچه دنیا زیروش و سر من تا رد شدم، تو که نبودی ما او کوچه چجور رد شدیم؟ چجور رد شدی؟ رفتیم و با دل هره، با هزار استرابم برگشتیم. بارها دیدن با خودش صحبت میکنه، آقا تو چته؟ گفت که آخه تو که پسر بزرگ نیستی توی خونه بتونی چی گذشت به من. زبونها دیگه درد دل، یه وقت گریه برای حضرت زهرا درداتونو درمان میکنه. شما امشب از من اینو بشنوید، خواهرای من، برادر من، امشب بگو یا امام حسین اومدیم برای مادر گریه کنیم، یا امام حسن اومدیم برات گریه کنیم. پیغمبر خدا با یه حالت خاصی وارد شد، اومد خونه، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، جواب سلام حضرت زهرا اومد، علیک السلام یا رسول الله سلام. یه دفعه اومدی سر صدای تو اتاق، یه سر خم کرد نگاه کردید امام حسن دست انداخته رو دوش ابا عبدالله، هی تکونش میده، دوتا کوچیک بودن، امام حسین هم هی فشار میده این بر. گفت چی کار میکنی؟ گفتن کشتی گرفتن اینا دوتا کشتی گرفتن. رسول خدا زانو زد نگاه میکرد، بعد داد میزد جانم حسن، دوباره سکوت میکرد، میگفت جانم حسن، بزن زمین حسینو ببینم بابا.
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شنیده بود اخبار قبل و که اومد رسول الله رو دید بغض کرد فهمو یا رسول الله بچه از حسین من چجوری شما حسن رو اینجا فرمود بشین فاطمه من چرا تو حسن رو دوید جانم از من فرمود فاطمه جان نشستم نگاه کردم دیدم یه زمزمه میگه جانم حسین دیدم از زمین صدا میاد فاطمه جان دقت کردم دیدم از آسمونا صدا میاد حسین عرش خدا فاطمه جان دیدم جبرئیل ای میگه حسین.